کتاب داستان ازدواج نویسندگان جان و لیزا بیور فصل سوم روز نخست حاضر به یراق شدن حاضر به یراق شدن به معنای آماده شدن برای یک هدف یا اتفاق ویژه جهت رویارویی با هر امری است پیش از آن که مانعی در روند کار ایجاد کنند روز نخست این اصطلاح دریانوردی در اصل فرمانی است که به خدمه کشتی در ارتباط با جنگی قریب الوقوع داده می شود. وقتی این فرمان صادر می شود، ملوانان می دانند که باید هر ابزار، تناب یا لوازم دیگری را که ممکن است مانع از حرکت آزادانه آنها در عرشه کشتی شود پاکسازی نمایند. امروزه این اصطلاح درباره هر نوع آمادگی است که ما را در موقعیتی قرار می دهد تا بتوانیم آزادانه واکنش نشان دهیم. ما در فصل پیشین در ارتباط با ازدواج شما به عنوان یک نقشه راهنمای زنده و پویا صحبت کردیم. مقصود و هدف این فصل پرداختن به تمام مسائلی است که می توانند مانع از پیش رفتن و حرکت به سوی تجربه ازدواجی وسعت یافته و متعالی باشند. عمل آگاهانه پاکیزه ساختن عرشه ما نمی شود تا تناپا به یکدیگر گره بخورند و جلوی دست و پای ما را بگیرند. اگر عرش نامنظم و پر از آتاشغال باشد احتمال بسیار دارد که در زمانهای سخت یا دریای طوفانی چیزی موجب افتادن و لغزیدن شما شود. چیزهایی که وقتی دریا آرام بود به سادگی می توانستید از کنارش بگذرید. ما عاشق این ایده هستیم که همزمان شما را در موقعیتی قرار دهیم تا بادبانهایتان را برافراشته و با همراه داشتن تمام آنچه که شما را تقویت کرده و از شما حمایت می کند به سوی آینده تان ره سپار شوید و در همان حال هر آنچه را که موجب افتادن شما در این مسیر می شود از عرشه کشتی تان پاک کرده و لنگرهایی که شما را در گذشته نگاه می دارن بکشید. بسیاری نه تنها در عرشه کشتی سکندری خورد و مجروح می شوند بلکه بسیاری از عرشه پرد شده و در دریا گم می شوند. طرح خدا برای ازدواج بی عیب و نقص است. اما ظاهرا ازدواج بیش از هر نهاد دیگری عیب های زوجین را مشخص می سازد. ما به جای آن که منتظر بمانیم تا شما کشتی بادبان شکسته سوراخ با تنابهای پوسیده ای باشید که از مسیر خارج شده و بار خود را گم کرده است می شما را در موقعیتی قرار دهیم که راه خود را باز کنید اگر بخواهیم باز هم از تشبیه ازدواج به دریا نوردی بهره بجوییم می توان گفت که امتناع از پرداختن به موضوعات بنیادی رابطه شبیه رفتن به دریا با کشتی سوراخی است که در سوراخهایش چوب پنبه گذاشته ایم. شاید این کار برای مدتی جواب دهد و کشتی روی آب بماند اما وقتی فشارها زیاد شود چوب پنبه دیگر نمیتواند مانع از ورود آب به سوراخ ها شود ما نمیخواهیم شما لغزش خورده و یا غرق شویم. میخواهیم ازدواجتان همچون کشتی باشد که میتواند در مواجهه با هر طوفانی سر پا بایستد احتمالا در حین کار بر روی نقشه راهنمای ازدواجتان در فصل قبل متوجه مسائلی شده اید که پیش از حرکت به سوی رویایتان نیازمند رسیدگی و اصلاح هستند. پس بیایید پیش از سفر به دنبال هر درز، نقص و رخنهی بگردیم که ریشه در خودخواهی، غرور و گناهان ما دارند. بیایید افسارهای لعنت و بندهای ترس را پاره ساخته، خود را آزاد سازیم و اجازه دهیم امید لنگر کشتی ما باشد. روزهای آغازین ازدواج ما ما میدانیم که تمیز کردن عرشه کاری بس مهم است زیرا ما سفر خود را با چنین کاری شروع نکردیم در واقع ما به نصایح پیش از ازدواج گوش نکردیم وقتی مشاوران سعی می کردن درباره نحوه هدایت کشتی زندگی در دریاهای طوفانی به ما توصیه ارائه دهند با خود فکر می کردیم دعوا ما هرگز دعوا نخواهیم کرد خدا ما را کنار هم قرار داده است این توصیه ها برای کسانی که یکدیگر را دوست ندارند ما جز این دسته از افراد نیستیم دستان خداوند بر زندگی ماست تنها چند هفته پس از ازدواج مشکلات آغاز شد زمان زیادی طول نکشید تا بفهمیم چقدر در اشتباه بودیم ما با این دید با هم ازدواج کرده بودیم که زوجی کاملیم اما خیلی زود و به تدریج از نواقص و های یکدیگر آگاه شدیم پس تلاش کردیم تا یکدیگر را تغییر دهیم نتیجهش تبدیل شدن ازدواج سعادتمندمان به میدان جنگی بود که بین دو آدم لجباز برقرار شده بود جرقه های آتشین درست به سان زمانی که آهن آهن را تیز می کند به هوا پراکنده می شد. ما هنوز در نیفته بودیم که اتحادمان در واقع ضعیف و شکننده است. بله، ما عمیقا به یکدیگر متعهد بودیم اما لازم بود خیلی بیشتر روی شخصیت خود به خصوص در بخش صبر و از خودگذشتگی کار کنیم مسایل ما زیادتر از آن چیزی بود که به آن از داشتیم حتی بخش های خوب ما نیز نیاز به تقویت داشت تا بتواند در برابر چالش هایی که از راه می مقاومت نماید اما به جای آنکه اجازه دهیم خداوند عرشه ما را پاک سازد تنها میخواستیم عرشه طرف مقابل را پاکسازی کنیم. اکنون زوجی که فکر میکردن عقدشان در آسمان بسته شده از قله سعادت و خوشبختی سقوط کرده بودند. هرچند در کلیسا ظاهرمان را خوب حفظ می کردیم اما وضعیت زندگی ما در خانه بیشتر شبیه صحنه از مسابقات کشتی کج بود. در طی یک سال اول ازدواج زمانهای پیش می آمد که وضعیت رابطه ای ما بسیار پرتنش بود. به یاد دارم یک بار جان نمیخواست من اتاق را ترک کنم پس از من خواست که روی تختمان بنشینم اما من دلم میخواست پیش از گفتن چیزی که صبحم را خراب کند از اتاق بیرون بروم جان به من گفت بشین و سعی کرد برای آشتی و حل و فصل مسئله مرا کنار خود نگه دارد در حالی که من قبلش از جایم بلند شده بودم نتیجه بلند شدن همزمان من و نگه داشتن جان این شد که روی زمین ولو شدم بلا فاصله در حالی که آباجور در دستانم بود روی پاهایم بلند شدم. جان با ناباوری و در حالی که وحشت در صورتش موج میزد پرسید میخوای با اون چیکار کنی؟ در حالی که زیر لب غور میزدم گفتم نمیدانم. حالت تنظامیزی که در آن صحنه وجود داشت فرصتی را فراهم آورد تا هر دوی من آرام شده و در رابطه با آن مسئله حرف بزنیم. اما ریشه مشکلات همچنان حل نشده باقی ماند. چند روز پس از این ماجرا با یکی از دوستانم قرار نهار گذاشته بودم. او چند سال زودتر از من ازدواج کرده بود. بنابراین احساس می کردم به نوعی با او راحتم و می توانم مشکلات و درگیری های زندگی زن را با او در میان بگذارم. اما به جای توضیح جزیات ماجرای آباجور ترجیح دادم غیر مستقیم به ماجرا بپردازم. پس بی مقدمه پرسیدم آیا تا به حال برایت پیش آمده که با شوهرت اختلاف نظر داشته باشی و ناگه ها متوجه شوی که آباجوری برای حمله به او در دستهایت قرار دارد؟ او طوری به من نگاه کرد که انگار سوالم کاملا بیمناست و پاسخ داد نه. بلا فاصله پاسخ دادم من هم همینطور. به وضوح دروغ می گفتم. احتمالا دوستم می توانست حد بزند که سوال به ظاهر تصادفی من نوعی فریاد کمک خواهی است. اما تظاهر ما را از ادامه بحث باز داشت. من و جان حس می کردیم گویی توانی برای ادامه دادن نداریم. مسائل بزرگی در ازدواج ما جریان داشت اما نمی دانستیم به چه کسی رجوع کنیم. ما در کلیسا اختلافمان را پنهان می کردیم و روی دردهایمان ما سرپوش می گذاشتیم. می دانستیم دامنه اختلافات ما وسیتر شده اما واقعا نمی دانستیم چه واکنشی باید نسبت به آن نشان دهیم. ناامیدی و شرم نسبت به شرایطمان مسائل را از بد به بدتر تبدیل کرده بود در نتیجه تنش موجود در خانهمان دیگر غیر قابل تحمل شده بود سپس آنچه که نباید بشود اتفاق افتاد درگیری های ما به بالاترین میزان خود رسیده بود که من لیزا را زدم پیش از این اتفاق درگیری های فیزیکی داشتیم که به هل دادن و کشیدن او خلاصه میشد اما تا به حال روی او دست بلند نکرده بودم و این اولین بار بود که چنین اتفاقی میافتاد فورا فهمیدم چه کاری کردم و از انجام آن وحشت زده و پشیمان شدم لیزا مقابله به مس کرد و بعد خود را در حمام حبس نمود آن شب هر دو با حس از دست رفتن چیزی به رخت خواب رفتیم صبح روز بعد وقتی هر دو خود را آماده رفتن به سر کار می لیزا ساکت بود و به شکل وحشتناکی با من سرد بود. به نظر می رسید رابطه توهی از اعتماد و هر گونه حرمتی شده بود. هر دوی ما تمام وقت کار می کردیم و با گذشت آن هفته کاری فاصله ای ما بیشتر و بیشتر شد. لیزا آن روزها در یک فروشگاه در بخش فروش کار می کرد اما به عمد تا دیر وقت سر کار می و برای پرهیز از برخورد با من به سرکشی از فروشگاه های محل خود می پرداخت. وقتی بالاخره به خانه می آمد از غذا خوردن و حرف زدن با من اجتناب میکرد و مستقیما برای کتاب خواندن به تخت خواب می رف. من منتظر پایان هفته پیش رو بودم تا بالاخره بتوانم موضوعی را که اتفاق افتاده بود به نحوی فیصله دهم. عهد من من به عنوان یک زن جوان با خودم عهدی بسته بودم که اگر شوهر آینده مرا زد او را ترک کنم. من در یک خانواده بی ثبات بزرگ شده بودم و از اینکه خودم را در موقعیتی مشابه زندگی گذشتم ببینم وحشت داشتم. زمانی که جان مرا زد عهد خود را به یاد آوردم و با مهمترین تصمیم زندگیم روبرو شدم. آیا می توانستم به این ازدواج ادامه دهم؟ آیا می توانستم نسبت به مردی که روی من دست بلند کرده بود احساس عشق و تعهد داشته باشم؟ کسانی که با آنها کار می کردم چیزهایی در این رابطه فهمیده بودند. و این به شدت مرا اذیت می کرد. یکی از خانم هایی که مدیر بخش ما بود حد زده بود که چه اتفاقی افتاده است. او مرا تشویق می کرد که بلا فاصله جان را بدون هیچ سوالی ترک کنم. من منتظر آخر هفته بودم تا شاید بتوانم در را روی جان قفل کنم و او را به خانه راه ندهم. علاوه بر صحبت با همکارانم کتاب دکتر جیمز دابسون تحت عنوان عشق باید بیرحم باشد را نیز میخواندم که ترغیبم میکرد شرایطم را تا حد یک بحران ارتقا دهم اصر هنگامی که جان به خانه بازگشت نتوانست وارد خانه شود من در را قفل کرده و کلید را روی آن گذاشته بودم به نحوی که فقط از داخل امکان باز کردن در وجود داشت بنابراین او هیچ راهی برای داخل شدن به خانه نداشت آن زمان هنوز موبایلی وجود نداشت. بنابراین از بیرون در فریاد زد لیزا من آمدم. لطفا بگذار داخل شوم. در نهایت پنجره ای را باز کردم تا به او اطلاع دهم که میدانم به خانه بازگشته اما باید امشب جای دیگری برای ماندن پیدا کند. جان اصلا باورش نمیشد. پس از مدتی او دریافت که هیچ راهی برای داخل شدن وجود ندارد. پس تصمیم گرفت شب را نزد یکی از دوستانش بماند و تظاهر به دعا و روزه کند تا او چیزی نفهمد. حالا من جایی برای خودم داشتم و می توانستم تنها باشم. بنابراین تصمیم گرفتم یک گفتگوی جدی با خدا داشته باشم. با خودم فکر می کردم که دعایم را اینگونه شروع کنم. خیلی خوب خداوندا من, من یک سری پیشنهاد برایت دارم. حالا که جان دور است لازم است که مکاشفه ای از جانب تو داشته باشد تا بفهمد چه کار وحشتناکی نسبت به من انجام داده است. شاید بتوانی با یک کابوس یا ترساندن او با یک سائقه این کار را انجام دهی. اما لطفا اون را نکش چون هنوز بیمه عمرش کافی نیست. اما انگار نه انگار که من چقدر در رابطه با جان دعا کردم. تنها کسی که خدا میخواست دربارهش با من حرف بزند خودم بودم. خدا هیچ تمایلی به صحبت درباره جان نداشت او میخواست به شرایط قلب من بپردازد لذا خطاب به من گفت لیزا تو به یک مداخله الهی و ماورایی برای ازدواجت نیاز داری و اگر خواهان آن هستی باید به شکلی خارق العاده عمل کنی و این به معنای بخشیدن جان در زمانهایی است که او شایسته بخشش نیست خداوند ادامه داد لیزا تو علیه جان طلبی را نگه داشته ای و به دنبال آن هستی تا او حسابش را کاملا تصویه کند. طلبکار بودن؟ وقتی من و جان با هم دعوا می کردیم تنها درباره موضوعات روزمره و پیش پا افتاده با هم مشاجره نمی کردیم. ما در جنگ از ماه کوتاهی که از ازدواجمان گذشته بود به عنوان مهماتی برای حمله، کوچک کردن و تحقیر یکدیگر بهره می بردیم. زیربنای هر عدم تفاهم و ناسازگاری در زندگی ما رنجش، محکومیت و تلخی رو به افسایشی بود که در ما تهنشین میشد. حتی یک بحث ساده و کوچک نیز تبدیل به جنگی میشد بسیار بزرگ. در این کشمکش ها من مقصر اصلی بودم. چرا که نمیخواستم خطاها و تقصیرهای گذشته جان را ببخشم. به خاطر آسیبی که به رابطه وارد شده بود میترسیدم با بخشیدن جان امنیت احساسی و فیزیکی خود را به خطر بیاندازم اما خداوند به من میگفت با وجود آنکه جان به هیچ وجه کامل نیست اما شایسته بخشش من است من سعی میکردم توجه خدا را متوجه جان کنم اما خدا تمایلی به این کار نداشت به او التماس میکردم چرا همیشه من باید تغییر کنم امیدوارم از جان هم بخواهی همین کار را بکند زیرا او تا زمانی که تو نخواهی تغییری نخواهد کرد. اما برخلاف همه ارز و های من خداوند شرارت و فساد قلب مرا برایم آشکار می ساخت. خیلی زود غرور و خودخواهی سیمای زشت خود را آشکار ساختند. این فکر به سراغم آمد که اگر من و جان در جلسه ای روز یک شنبه کنار هم ننشینیم و دست هم را نگیریم مردم چه فکری خواهند کرد؟ بنابراین تصمیم گرفتم این بار به او اجازه دهم ده به خانه آمد و لباس بپوشد و همراه هم به کلیسا برویم تا بتوانیم حفظ آبرو کنیم. در واقع من نگران جان و رابطه ما نبودم بلکه نگران فکر مردم درباره خودمان بودم. قرورم مانه از تجربه تاثیرات تبدیل کننده فیض خدا آن هم درست در جایی که بیش از پیش بدان نیاز داشتم میشد. در نهایت چکسته شدم و اجازه دادم خداوند کار خودش را در قلبم انجام دهد. تصمیم گرفتم متعاقب اشتباه وحشتناک جان سهم خودم را نیز در بروز آن اتفاقات بپذیرم. به محض آنکه خود را فروتن ساختم فیض خدا در من عمل نمود. فروتنی هموار دریچه صدی که به روی فیض زده شده است را می گوشاید. همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر ببندید زیرا خدا در برابر متکبران می استد، اما فروتنان را فیض می بخشد. اول پتروس فصل پنجم آیه پنجم دیگر برایم بدیهی بود که من قادر به تغییر دادن جان نیستم. تنها خدا می توانست این کار را انجام دهد. اما من می توانستم اجازه دهم خدا مرا تغییر دهد. جان پس از آن پای نهفته نه تبدیل به مرد دیگری شد. پس از آنکه خدا در همان سال اول ازدواجمان با جان به طور جدی برخورد کرد او دیگر هرگز روی من دست بلند نکرد و از آن زمان تا امروز بیش از سه دهه میگذرد وقتی هر دو خود را در حضور خداوند و یکدیگر فروتن ساختیم اتحادمان نیز دگرگون شد و امید به احیا و بخشش نیز زنده گشت نتیجه اخلاقی داستان دلمان میخواهد می توانستیم بگوییم که زخم آن دوره از زندگیمان یک شب شفا یافتند اما واقعیت چیز دیگری بود دو سال آینده ازدواجمان نیز در همان حال که تلاش می کردیم بیاموزیم چگونه خداوند را با یکدیگر در زندگیمان جلال دهیم مملو از آشفتگی های احساسی و درگیری ها بود هر دوی ما توصیه های فراوانی را نسبت به زندگیمان شنیده بودیم از جمله توصیه رئیس لیزا به او برای جدایی از من در حالی که خدا به طور جداگانه در زندگی ما کار می کرد، اما به خاطر عدم بلوغمان به یکدیگر آسیب می رسندیم. ما از چهار سال اول ازدواجمان با احساس شکستگی کامل بیرون آمدیم. در آن دوران ما به نوعی در نتیجه عواقب اشتباهاتمان زندگی می کردیم. به خاطر قصور و کوتاهی ما چندین خسارت مالی برایمان اتفاق افتاد از جمله خراب شدن یخچال و تعویض شیشه های پنجره اما خداوند امیدش را نسبت به ما از دست نداد او با تبدیل اشتباهاتمان به فرصتی برای پاک کردن عرشه کشتی زندگیمان ما را از آنها آزاد ساخت خدا از آنچه که دشمن قصد داشت برای تخریب ازدواجمان بکار برد به عنوان زیربنا و پی محکمی برای آنچه که باید بر آن ساخته میشد استفاده کرد با وجود آن که ما همیشه درباره درگیری های ما صحبت می کردیم اما تا به حال به جزیات آن در تعلیمات ما نپرداخته بودیم. اکنون جزیات بیشتری را با شما در میان می گذاریم. نه به خاطر آن که عذر و برای رفتارهایمان ما بیاوریم بلکه می خواهیم تشویقتان کنیم تا بدانید تغییر امکان پذیر است. در عین حال میدانیم که همه سو ها پایان خوشی ندارند و ما نیز هر زن و مردی را تشویق نمی کنیم تا در شرایطی باقی بمانند که به نوعی محیطی ناامن برای خود و فرزندانشان است. اگر شرایط شما چنین است، محیط امنی پیدا کنید. شرمسار نباشید. در امنیت قرار گرفته و برای نیازهایتان درخواست کمک کنید. برای ما در طول این سالهای پرچالش به نظر امیدی وجود نداشت اما اکنون یعنی حدود سی سال بعد ما بیش از همیشه از زندگی با یکدیگر لذت میبریم ازدواج ما اکنون شگفت انگیز است و در واقع شهادتی است برای قدرت موجز آسای خداوند. قصدمان این نیست که بگوییم در طول این مسیر سی ساله در رها و چالش دیگری را تجربه نکردیم. خیر، چنین نیست. بلکه وقتی ما عشق برزیدن به یکدیگر را انتخاب می کنیم خدا نیز امین است و ما را از یکایی یک که این تنگی ها و چالش ها به سلامت عبور می دهد. شرایط رابطه شما اکنون چگونه است اما می به شما اطمینان دهیم که برایتان امیدی وجود دارد. قلبتان را به سوی خداوند متمایل گردانید و اجازه دهید او کار خود را در شما به انجام رساند. شما نمیتوانید همسرتان را عوض کنید اما خداوند قادر است مسئولیت این کار را به او بسپارید اگر به او اجازه دهید او تغییر زیبا در شما و زندگیتان ایجاد خواهد کرد سخنی درباره بدرفتاری ما قصد داریم این مسئله را روشن سازیم شوهران به هیچ وجه درست نیست که با همسرتان برخورد فیزیکی داشته باشید کلام خدا تعلیم می دهد که باید با آنها همچون جنسی ظریفتر و با احترام رفتار نمایید. اول پتروس فصل سوم آیه هفت رو بخوانید. شما نباید نسبت به حملات احساسی یا حتی فیزیکی همسرتان مقابله به مثل نمایید. اگر لازم است خود را کنار بکشید اما هرگز واکنش فیزیکی نشان ندهید و حتی اگر این به تلافی یا تقابل با حملات او باشد هرگز روی آنها دست بلند نکنید چون در این صورت برای همیشه اعتماد همسرتان را از دست می دهید. او دیگر در آغوش شما احساس امنیت نخواهد کرد. اگر چنین بدرفتاری یعنی بدرفتاری فیزیکی نسبت به همسرتان داشتید بلافاصله فاصله در حضور خداوند توبه کرده و از او بخواهید تا کمک کند همسرتان شما را ببخشد زنان شوهرانتان به طور طبیعی خواستار حمایت و محافظت از شما هستند. خدا بغلب مردان نیروی بیشتری به این منظور بخشیده است. شاید فکر می کنید برخورد فیزیکی با شوهرتان برای نشان دادن عصبانیتتان تا زمانی که به آنها آسیب جدی وارد نکرده اید بیزرر است. اما برای شوهرتان حملات شما نابود کننده است. چه غلط؟ چه درست؟ مردان وقتی مورد حمله قرار می گیرند به طور طبیعی واکنش نشان می دهند. ما به دنبال دامن زدن به اختلافات یا بیرون کشتن بدترین ها در یکدیگر نیستیم بلکه می خواهیم به بهترین نتیجه برسیم. بنابراین اگر با همسرتان چنین برخوردی داشته و فحاشی کرده اید بلا فاصله توبه کنید و از این رفتار دست بکشید. شاید در خانواده ای با وضعیت فرهنگی خشونت آمیز بزرگ شده اید. شاید خانواده اتا نسبت به بدرفتاری فیزیکی، احساسی و یا کلامی بی توجه بوده و در تربیت شما کوتاهی کرده باشند. از شما می خواهیم بدانید که این راه هرگز روش درست حل نزا و درگیری ها نیست. مشاوران مسیحی می توانند ابزارهای لازم برای حل چالش ها و درگیری های زندگی خانوادگی را به شیوه صحیح ارائه دهند. بسیاری از کلیساها به برگزاری جلساتی در این زمینه مبادرت می‌ورزند. هرگز از دریافت کمک های حرفه‌ای و روحانی شرمسار نباشید. این مسئله در مورد هر دوی شما به عنوان زن و شوهر صادق است. اگر همسرتان در کنار شما احساس ناامنی می کند، از آنها برای مدتی دور شوید و تلاش کنید تا به تدریج اعتمادش را جلب نمایید. سعی نکنید آنها را مجبور به گفتگو در مکانی نمایید که احساس ناامنی می کنند. اگر چنین کنید تنها مسائل بغرنجتر می شوند و شما مرتکب کاری خواهید شد که بعدها موجب پشیمانیتان خواهد بود. فصل سوم روز دوم رنجش بخشیدن آزاد کردن یک زندانی از زندان است و لازم است بدانید که آن زندانی خود شما هستید. لویس بی اسمیدست نخستین چیزی که باید از عرشه کشتی ازدواجتان پاک نمایید رنجش و دلخوری است. از آنجایی که رنجش زهری تلخ و کشنده است ما بیشتر این فصل را به بحث درباره آن اختصاص می دهیم. امتناع از بخشش آزادی ما را می دوزد و مانع از میل و اشتیاق ما می شود. رنجش ما را به سوی لذت ناشی از انتقام می کشاند و نهایت این کشش جز زجر و درد چیز دیگری نخواهد بود. عمل بخشش نوعی عمل آزاد ساختن هر دو سوی ماجراست چه اوی که آسیب رسانده و چه مایی که آسیب دیده ایم. بسیاری باور دارند که بخشش را باید تا زمانی که قرامت کافی دریافت نشده به تاخیر انداخت. چه تعداد از ما گفتیم وقتی عوض شدن آنها را خواهیم بخشید اما در ملکوت خداوند بخشش شرطی نیست بلکه تنها راه زندگی است. هرچه بیشتر ببخشیم بیشتر شبیه پدر آسمانیمان خواهیم شد اگر قصد داریم عاملان و نمایندگان عظمت او باشیم پس باید قدرت بخشش را پذیرا شویم پولس رسول به ما فرمان می دهد نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید چنانکه خداوند شما را بخشود شما نیز یکدیگر را ببخشایید کولسیان فصل سوم آیه اغلب پذیرش و حضم این موضوع سخت است اما این یک فرمان است نه یک پیشنهاد در این رابطه هیچ عذر و استثنایی وجود ندارد خداوند به ما میگوید باید هر کسی که از او کدورتی به دل داریم ببخشیم همین و بس ما اغلب برای خطاهای خود عذر و بهانه میآوریم و بلند نظرانه به آنها مینگریم و توقع داریم دیگران نیز با ما همین گونه برخورد کنند. اما برایمان بخشیدن خطاهای دیگران مخصوصا همسرمان کار دشواری است. اما هر کس که قادر به بخشیدن نیست خودش برای آنچه قابل چشم پوشی نبوده بخشیده شده است. در واقع بسیاری از ما پارسا شمرده شده ایم در حالی که فراموش کرده ایم همه ای ما مستحق جهنم بودیم. خطاهای ما نسبت به خداوند آنقدر جدی بودند که او مجبور شد تنها پسرش را برای تغییر عواقب آن گناهان قربانی کند عیسی بالای صلیب از بخشش سخن گفت در حالی که تلخ شدن انتخابی به مراتب ساده تر بود او ما را زمانی بخشید که هنوز رفتارهایمان شایسته بخشش او نبودند ما نیز خوانده شده ایم تا به سان او نسبت به دیگران عمل نماییم شاید مجبور نباشیم شما را متقاعد کنیم که همسرتان کامل نیست زیرا در واقع هیچ کس کامل نیست اما اشتباهات برای ما فرصتهایی را فراهم می تا فیض خدا را نشان دهیم خواست و تمایل ما برای بخشش دیگران یکی از بزرگترین نشانه های حضور عیسی مسیح در ماست رها کردن آسیب ها آن اوایل که ازدواج کرده بودیم من یعنی لیزا نیز در زمره کسانی بودم که میگویند وقتی تو را میبخشم که عوض شده باشی تا زمانی که جان رفتارش را تغییر نمیداد فهرست من از رفتارهای بد و خطاهای او رو به افزایش میرفت با خود فکر میکردم خودداری از بخشش میتواند برانگیزاننده او برای تغییر باشد اما در عوض موجب حس محکومیت ناامیدی و ناتوانی در او میشد وقتی خدا به من نشان داد که چطور ما را می بخشد، همه چیز عوض شد. بخشش او پاداشی برای تغییر رفتار ما نیست، بلکه نوعی رأی اعتماد است. هنگامی که خدا درک مرا از بخشش تازه ساخت، کلمات دهان مرا با کلماتی که باستا به قلب او بودن عوض کرد. من باور دارم که تو می خواهی تغییر کنی و من تو را می بخشم. آن زمان درک نمی کردم که بخشیدن جان تا چه اندازه اهمیت دارد. بعدها دریافتم که تلخی من نسبت به همسرم جنگی علیه توانایی او برای عوض شدن بود. زیرا سامی فرماید اگر گناهان کسی را ببخشایید بر آنها بخشیده خواهد شد و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید نابخشوده خواهد ماند. یوحنا فصل بیستم آیه بیست برنهاست که این آیه مورد سوء استفاده قرار گرفته و با پیچاندنش به ابزاری برای شیوع ترس و تعدی تبدیل شده است این قصد عیسی نبود وقتی تمامیت خدمت او را بررسی می کنیم می قصد و معنای این واژه ها را به درستی درک کنیم عیسی بیش از هر فرد دیگری قدرت بخشش را درک می کرد زیرا از طریق آن موردی آشتی ناپذیر را آشتی داد یعنی اشاره به آشتی و مصالحه انسان خطاکار و خدای قدوس به یاد داشته باشید که بر طبق دوم قرنتیان فصل پنجم آیات 17 هم تا 20 ما از طریق اویی که خدا به واسطه او جهان را با خود آشتی داد خادمان آشتی و صلح هستیم ما خوانده شده ایم تا بخشش را که در مسیح عرضه شده است گسترش داده و استحکام بخشیم وقتی تصمیم میگیریم در حسی از رنجش باقی بمانیم دست از اعلان امید خداوند میکشیم و در توافق با اوی قرار میگیریم که مدعی برادران خوانده شده است ما برای کسانی که خدا قصد دارد شروعی تازه را به ایشان عرضه دارد محکومیت را اعلان می کنیم. جیل بولچر در تفسیر این کلمات عیسی می نویسد نیاز است تا نقش مهمی که در اعلان بخشش وجود دارد را باز شناسیم نقشی که میتواند مردم را آزاد ساخته تا گناهان گذشتهشان و حس تقصیر را به کناری نهاده و توجه خود را به سوی شادی زندگی با مسیح قیام کرده تحت هدایت روح القدس معطوف دارند. بخشش عملی الهی است. هیچ فضیلت دیگری مستلزم چنین از خودگذشتگی و ایثاری نیست. بخشش انتخاب آگاهانه بی دفاع شدن به جای دفاع از خود و خونخواهی است. اما در از خودگذشتگی است که ما آغوش خداوند را باز میابیم. با انتخاب بخشش دست از ستودن احساسات خود کشیده و به جای آن خود را تسلیم حقیقت الهی میکنیم. ما با بخشش همسرمان فرصتی فراهم میآوریم تا او دعوت الهی برای دگرگونی و تغییر یافتن توسط فیض خداوند را باز شناخته و آن را دریافت نماید. وقتی با توبه به حضور خداوند وارد می پاسخ او این گونه نیست. من خدا هستم و میدانم تو دوباره همین کار را دو هفته دیگر تکرار خواهی کرد. بلکه او به سادگی می گوید، تو را می بخشم و به ما قدرت تغییر کردن را عرضه می دارد. خداوند هرگز از کوتاهی ها و شکست های آینده ایمان حرف نمی او از امید و وعده هایش که فوق از تمام کشمکش های ما سخن میگوید، اجازه دهید ما نیز نسبت به یکدیگر همین گونه باشیم. باز کردن روح خود رنجش موجب بسته شدن روح ما می شود. ما در تلاش برای آسیب ندیدن مجدد دیواری پیرامون قلب خود میکشیم. شاید فکر میکنیم این دیوارها از ما محافظت میکنند اما واقعیت این است که آنها جلوی توانایی ما در دریافت و بخشیدن محبت مسیح را میگیرند زندگی ما بدون محبت او توهی از قدرت و هدف خواهد بود در چنین شرایطی تنها هدف ما خدمت به خود و حفاظت از جان خویش است و اعمال ما ناشی از خودخواهی خواهد بود در نهایت قلب ما شبیه سنگ می شود و شاخصه زندگی ما بی تفاوتی نسبت به دیگران خواهد بود. این دقیقا نقطه مقابل پیغام انجیل است. احتمالا نام دریای جلیل و دریای مرده را شنیده اید. در واقع این دو بزرگترین و شناخته شده ترین زخایر آبی اسرائیل هستند. دریای جلیل آب خود را از شمال دریافت کرده و از آن آبهایی به سمت جنوب جاری است. این جریان پیوسته دریای جلیل را یک زیستگاه مناسب ساخته و گونه های مختلفی از حیات در اعماق آن زیست می کنند. اما دریای مرده برخلاف آن تنها دریافت کننده آب است. هرچه آب وارد آنجا می شود همانجا باقی میماند. از آنجایی که دریای مرده هیچ خروجی ندارد، هیچ چیز به جز باکتری ها و قارچ ها نمی توانند در اکوسیستم شور آن زندگی کنند. به همین دلیل نام دریای مرده را برام گذاشتند. وقتی دلخور و رنجید خاطر باقی میمانیم ما نیز شبیه دریای مرده میشویم. روح بسته ما موجب می شود ازدواج ما تبدیل به محیطی گردد که هیچ چیز نیکو قادر نیست در آن رشد یافته و زنده بماند اما از طریق بخشش قلب خود را دوباره می و اجازه می دهیم قدرت خدا در آن جاری شده و از طریق ما به سوی دیگران روان گردد. امتناع از دریافت بخشش یا بخشیدن دیگران به طور قطع به مسمومیت جان و روح ما می انجامد. ما انسان ها خود نیستیم. این ویژگی تنها مختص خداوند است. قدرت حیات ما مستلزم تبادلی هارمونیک و هماهنگ با کسانی است که با ما زندگی می کنند. ما باید آزادانه ببخشیم و بخشش را دریافت کنیم. حد بخشش شاید با خودتان فکر کنید همسر من پیوسته نیاز به بخشیده شدن دارد انگار قرار نیست بخشش من تمامی داشته باشد باید حدی وجود داشته باشد واقعیت این است که شاگردان نیز این گونه می اندیشیدند. سپس پتروس نزد عیسی آمد و پرسید سرور من تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم آیا تا هفت بار عیسی پاسخ داد به تو میگویم نه هفت بار بلکه هفتاد هفت بار متا فصل هجده آیات بیست تا بیست دوم وقتی پتروس این پرسش را مطرح کرد تلاش می کرد تا حد امکان بلند نظر و بخشنده باشد پتروس زیر شریعت بزرگ شده بود شریعتی که به او می گفت، چشم تو ترحم نکند جان به عوض جان باشد چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان دست به عوض دست و پا به عوض پا تصنیه فصل 19 آیه 21 بنابراین وقتی پتروس هفت بار بخشیدن را پیشنهاد می دهد توقع داشت ایسا بگوید بله پتروس دقیقا منظورم همین بود ما از بخش دیگری از عهد جدید می دانیم که پیشنهاد هفت بار بخشش پتروس تعداد دفعاتی است که او فکر می کرد در طی یک روز باید یک فرد را بخشید. لوقا فصل 17 آیه آیت سوم تا چهارم را بخوانید. بنابراین پاسخ عیسی یعنی هفتاد هفت بار صرفاً حکم او برای حدی بزرگتر از بخشش برای یک دور از رنجش ها نیست. در واقع عیسی به پتروس میگوید که بخشش باید بدون پیمانه کردن و محدودیت انجام شود. فردی که در توصیف عیسی آمده باید در طی یک روز 490 بار مرتکب خطا شده باشد. با چنین فراوانی گناهی همسرتان دست کم باید هر سه دقیقه یک بار شما را رنجانده باشد. آن هم با فرض اینکه شما در طی 24 ساعت اصلا نخوابیده باشید. میبینید که این مقدار گناه حقیقتا زیاد است. بیش از آن که فردی بتواند تا به این حد مرتکب خطا شود. اما حتی اگر همسرتان بتواند در طی روز بیش از 490 مرتبه مرتکب خطا و گناه شود به این معنا نیست که پس از 490 مرتبه دیگر باید دست از بخشیدن او بکشی در کتاب مقدس عدد هفت نماد کاملیت است به خصوص بین زمین و آسمان عیسی از عدد 490 استفاده می کند که ضریب هفت است تا این مطلب را برساند که ما باید با دنبال کردن استاندارد پدر آسمانی خود یک سره ببخشیم. این بخشش سخاوتمندانه تنها به این دلیل امکان پذیر است که ما از طریق عیسی بازخرید شده و مجددا احیا گشته ایم. در عیسی مسیح بین خدا و فرزندانش هارمونی و توازن وجود دارد. ما قادر به بخشیدن هستیم چون دیگر خلقتی تازه با قلبی نو و جدید هستیم. قلب ما آزادانه بخشش او را دریافت می کند و برای آنکه در سلامت روحانی باقی بماند باید آزادانه این بخشش را به دیگران عرضه نماید. می دانیم که عیسی از ما می خواهد به شکلی پایان ناپذیر ببخشیم زیرا پس از مکالمه با پتروس او مثلی در ارتباط با بخشش پادشاه و خادمی که نمی نقل می کند. این مثل با این نتیجه گیری به پایان می رسد. پس ارباب خشمین شده او را به زندان افکند تا شکنجه شود و همه قرض خود را ادا کند به همین گونه پدر آسمانی من نیز با هر یک از شما رفتار خواهد کرد اگر شما نیز برادر خود را از دل نبخشید متا فصل 18 هم آیات 34 تا 35 اگر از بخشیدن دیگران سرباز زنیم خود نیز بخشوده نخواهیم شد هیچ استثنایی وجود ندارد چرا برای خدا تا به این اندازه مهم است که ما ببخشیم؟ زیرا ما در بخشش طبیعت و ذات الهی او را کشف کرده و به آن نزدیک می شویم. ما از محدوده ذات ضعیف و پست انسانی خود فراتر رفته و به شباهت پدر آسمانی خود در می ما در بخشش خداوند کامل می شویم. از ما دعوت شده تا کاملیت او را به کسانی که آنها را بخشیده ایم داریم. و این نه فقط یک دعوت که یک فرمان است. اگر همسرتان مکررن از شما درخواست بخشش می کند، خدا شما را با فرصتی برای جاری ساختن قدرت شفا بخش او برکت داده است. برای بررسی بیشتر، در مورد موضوع رنجش به کتاب دام شیطان نوشته جان بیور مراجعه کنید. فست سوم روز سوم نزاع به روایت جان دوره ای در زندگی ما وجود داشت که ما به مدت 18 ماه مرتبا یکدیگر را میرنجاندیم همان استدلال ها و بحث ها بارها و بارها تکرار می شد. ما حتی جلوی بچه ها نیز با زیرکی همدیگر را خورد می کردیم. بچه های بزرگتر با چه اتفاق می افتاد بی توجه نبودن و اعتراضشان را با جملاتی این چنینی ابراز می کردن. می توانیم خواهش کنیم موقع شام در این بار حرف نزنید؟ رنج و تفرقه که بین ما بود منشأ تنش دائمی در خانه ایمان شده بود و باعث فرسایش و تخریب تدریجی ازدواج و خانواده ایمان می شد. یک شب پس از آنکه که طبق معمول همدیگر رو سرزنش کردیم من یعنی جان با داد و هوار خانه را ترک کردم. از دست لیزا به شدت عصبانی بودم و بلا فاصله شروع به شکایت به خدا نمودم. از نقطه ضعفها و کوتاه بینی های لیزا به تنگ آمده بودم حس می کردم خدا مرا گیر همسری انداخته که نه پشتیبانم است نه دلسوزم و بیش از اندازه ایرادگیر نمیدانستم چطور می توانم با چنین همسری ادامه دهم هرگز پاسخ خدا را فراموش نمی کنم روح القدس هرگز کلامی برای همدردی با من نگفت و هیچ اشاره‌ای به درد درونی من نکرد به جای آن نجواکنان گفت پسرم از تو میخواهم به چیزی درباره لیزا فکر کنی که برایت قابل احترام است و به آن ارج می نهی. آنگاه به خاطر آن خصیصه از من تشکر کر کن. لحظه ای در جایم خوشکم زد و نتوانستم پاسخی بدهم. اما بالاخره من کنان گفتم او مادر خوبی است. وقتی این کلمات از دهانم بیرون پرید احساس کردم زندگی درونم به جریان افتاده است. خداوند مرا ترغیب کرد تا ادامه دهم گفتم خدایا ممنونم که لیزا دستپخت خوبی دارد و ادامه دادم ممنونم که او زن زیبایی است واجه های بیشتری شروع به جاری شدن نمود و من مثل مسلسل فهرست قدردانی از خصوصیات خوب لیزا را پشت سر هم ردیف کردم پس از این کار دیگر از دست لیزا ناراحت نبودم بلکه از دست خودم براش بودم با خود می اندیشیدم. تو یک احمق به تمام معنای جان همسر تو شگفت انگیز است و تو نسبت به او تا این حد نادان بوده ای. آخر تو را چه می شود جان؟ همان لحظه به شکلی دردناک متوجه رفتار وحشتناکم با لیزا شدم او همسر من و مادر فرزندانم بود و حقیقتا برکتی از جانب خدا در زندگیم بود و من با او مثل وصله ناجور و دردسری در مسیر خاندگیم برخورد کرده بودم وقتی خانه را ترک کردم حسابی از دست هم کلافه و خسته بودیم و شاید حتی می توان گفت چشم دیدن همدیگر را نداشتیم اما آن لحظه فقط دلم میخواست به خانه بروم و به او بگویم چند اندازه برای وجودش سپاس گذارم. به محض که به خانه رستم لیزا را پیدا کردم و گفتم لیزا من واقعا متاسفم. من واقعا ابله و کور بودم. لطفا مرا ببخش. تو مادری فوقالعاده و همسری عالی هستی و من از صمیم قلب مشتاق تو هستم آنچه را که خدا به یاد من آورده بود با او در میان گذاشتم سپس به ستایش از ویژگی ها، خصوصیات و عطایای عالی او پرداختم کلمات همانند رودخانه ای از قلب من جاری می شدن. همانطور که صحبت می کردم ریزا آرامتر شده و به گریه افتاد. او بیخبر از من زمانی که رفته بودم دعا کرده بود. خدا اگر جان به خانه بازگردد و بگوید که متاسف است قلبم را دوباره به رویش میگشایم نزا به روایت لیزا همه چیز در طول هجده ماهی که من حلقه نامزدیم را از دستم درآوردم بسیار بد و وحشتناک شده بود من به جان گفته بودم که ما ازدواج کرده ایم اما به هم تعهد و عشقی نداریم من در خود به این باور رسیده بودم که دیگر عشقی نسبت به جان ندارم خودداری من از بخشش موجب شده بود که قلبم سرد و سرتر شده و رابطه من به موی بند شود. در آن دوران جان زیاد سفر می رفت و من از زمانهایی که او دور بود بیشتر از زمانهایی که در خانه بود لذت می بردم. با خود فکر می کردم وقتی خانه نیست زندگی ساده تره. وقتی خونه است فقط مرا عصبانی می کنه. همش جنگ و تنشه. با ناامیدی و تلخی چنین دعا می کردم. خدایا زندگی من دوچار سکون و رخوت شده. رفتارهای جان دیگر غیر قابل تحمله. پدر، میدانم تو هم از رفتارهای جان غمگین و ناراحتی. من بیشتر روزها مسائلم را به حضور خداوند می آوردم. اما زمانی که بالاخره ساکت شدم، شنیدم که او با من صحبت می کند. لیزا، بگو که من تو را کافی هستم. سپس متوجه شدم که مدام در حال تکرار این پرسش هستم. پس تکلیف جان چه می شود؟ اما باز شنیدم بگو که من تو را کافی هستم و من گفتم تو مرا کافی هستی این کلمات ترجیبند زندگی شدم. شدن هر بار که درگیری ها و ناامیدی ها قتلم می کردن دعا می کردم ایسا تو برایم کافی هستی با گذر زمان این مکاشفه در قلب من ریچه دواند و دعاهای من تغییر کردند. آنچه که همچون اعترافی نصف و نیمه آغاز شده بود ایسا تو برایم کافی هستی تبدیل شد به تقیان ناشی از پری رضامندی و خوشدودی در خداوند ایسا تو بیش از همه نیازها و فوق از کفایت من هستی به زودی خدا خود را در قلب هر دوی ما شروع کرد جان از سفری به خانه بازگشت و من با خوشحالی او را از فرودگاه به خانه آوردم. مسئولیتی که در طول آن ماهایی که ترجیح میدادم به خانه باز نگردد به عهده دیگران میگذاشتم را من از خوشامدگویی به همسرم خوشحال بودم و متوجه شدم که او نیز برای من هدیه زیبایی خریده است آن لحظه شروعی دوباره در ازدواج ما بود جالب است که خدا حتی قبل از وقوع آن تغییر قلب هر دوی ما را به سوی قدردانی و سپاس شده بود اگر خود را در ازدواج مقید به پیروی از نمونه عیسی در بخشش نماییم یعنی حتی زمانی که با او بدرفتاری می شد خواهیم دید که اتحاد ما سالم مانده و حتی شکوفا نیز می گردد. ما در آن لحظات بیان که آگاه باشیم با ابراز تأسف نسبت به رفتارهایمان و بخشیدن یکدیگر نمونه عالی را ارائه می دادیم. فرزندانمان دریافتند که ما ساکنان ناکامل در دنیای ناکاملیم. اما محبت کامل خدا در قلبهای ما می تواند بر گناهان بیشماری غالب آید. این گناهان که به دنبال ویرانی و نابود کردن اتحاد ما بودند، تبدیل به درسهای عشق، فیض و بخشش در زندگی ما و فرزندان ما شدند. ما شاهد تحقق این کلمات حکیمانه در خانواده ما بودیم. آنکه خطایی را می محبت را می گسترد. آنکه مسئله را بازگو می کند، میان دوستان خالص جدایی می افکند. امسال فصل 17 آیه 9 اگر مصمم باشید که در احساس رنجش باقی بمانید همه ضرر می کنند. زیرا عشق و محبت تحلیل می رود. اما زمانی که بخشش را برمیگزینید همه در خانواده تان برنده هستند. زیرا عشق شکوفا می گردد. ترس موضوع بعدی که باید در روابطمان مورد توجه قرار گیرد مسئله یه ترس است من یعنی لیزا در ده سال نخست ازدواجمان دوچار ترس از مطارکه و رها شدن بودم پدرم و نخستین شبانم هر دو همسرانشان را به خاطر زنان جوانتر ترک کرده بودند من به خاطر داشتن چنین تجربیاتی اجازه میدادم افکار آلوده به ترس ذهنم را مسموم کند این افکار فریاد نمی زدند بلکه نجوا می که بالاخره همه مردان همسرانشان را ترک می کنند. اجازه نده زیاد به تو نزدیک شود. در آن صورت موجب ناراحتی تو خواهد شد. این افکار و مانند آن موجب می شد تا من در برابر نشان دادن احساسات و عواطفم مقاومت کنم. وقتی جان مرا در آغوش می گرفت دستی به پشتش می کشدم و خودم را از آغوشش بیرون می آوردم. یک روز بعد از این کار جان روکو بی پرده از من پرسید چند سال باید بگذرد تا تو متوجه شوی که من قصد ترک کردن تو را ندارم؟ آیا قصد داری تا هفتا سالگی صبر کنی؟ ما تو مفهود شده بودم. او ادامه داد. من تا هر زمان طول بکشه منتظر خواهم اما بدان که در این مدت لحظات شده بسیاری را از دست خواهیم داد. دریافتم که من جان را مجبور کردم بهای سرخوردگیم را از مردان دیگر بپردازد. با خود فکر کردم چرا جان باید بهای قصورات آنها را پرداخت کند؟ این عادلانه نیست. من در تلاش برای حفاظت از خودم رابطه من را خراب کرده بودم. ترس من نسبت به از دست دادن جان در آینده زمان حال هر دوی ما را می دوستید. از آن لحظه تصمیم گرفتم به جای دوست داشتن نصف و نیمه جان و حسرت خوردن برای آنچه که از دست رفته جان را حتی به بهای از دست دادن او به طور کامل دوست داشته باشم ترس و عدم اعتماد مانع کامیابی ما در ازدواجمان می‌گردد. می گردد. زیرا ترس محکم به گذشته می چسبد و از باور به بروز چیزی بهتر در آینده خودداری می کند. اگر میخواهیم خدا کاری تازه در زندگیمان انجام دهد باید مصمم باشیم تا ترس را ترک کرده و آنچه را که عشق برای آیندهمان پیش بینی میکند پذیرا شویم ترس همیشه انتظار شکست را دارد در حالی که عشق و محبت هرگز شکست نمیخورند ترس نیروی غیرمادی است در جهت مخالف و محبت و حفاظت الهی در زندگیمان ترس متضاد عشق است زیرا هم ترس و هم عشق در باور به نادیدنی ها کار می کند. عشق ما را به چالش می کشند تا به دیدنی ها شک کنیم و آنچه را که نمی توانیم ببینیم باور نماییم. ترس ما را وادار می دارد تا آنچه را می بینیم باور کنیم و به آنچه نمی بینیم شک کنیم. وقتی ما با ترس از شکست یا امید به عشق و محبت مواجه می تنها می یکی از آنها را باور کنیم. باور به هر دو امری ناممکن است. ترس جایگزین محبت می شود و محبت حقیقی ترس را بیرون می راند. در محبت ترس نیست بلکه محبت کامل ترس را بیرون می راند. زیرا ترس از مکافات سرچشمه می گیرد و کسی که می ترسد در محبت به کمال نرسیده است. اول یوحنا فصل چهارم آیات هجده تا نوزده توانایی در تغییر دادن بزرگتر از توانایی ترس در بدام انداختن ماست. محبت حقیقی که ترس را بیرون میراند در تجربه محبت خدا یافت می شود. ما از طریق قدرت محبت او میتوانیم دست از نگرانی برای خود بکشیم زیرا می خداوند به شکلی وفادارانه مراقب نیازهای ماست. اما اگر زمان کافی در حضور خدا صرف نکنیم قادر نخواهیم بود به درکی عمیق از ذات محبت او دست پیدا کنیم زیرا امانت او خود را در حضور او نشان می دهد. بدون درکی جرف از ذات راستین خداوند در ترسی دائمی از ترک شدن توسط خداوند یا همسرمان به سر خواهیم برد که گاه خود را به شکل مجازات ظاهر می سازد. وقتی حس امنیت در محبت خدا نسبت به ما بیشتر و بیشتر می شود می توانیم از ترس آزاد شویم و محبت آری از خودپرستی خود را به همسرمان ابراز نماییم. کلام خداوند می گوید ای عزیزان یکدیگر را محبت کنیم زیرا محبت از خداست و هر که محبت می کند از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد. شناسد. آنکه محبت نمی کند خدا را نشناخته است. زیرا خدا محبت است. اول یوحنا فصل چهارم آیات هفتم تا هشتم دیج و پناهگاه ترس همان چیزی است که باعث می شود چنین چیزی بگوییم. اگر همسرم مرا فریب دهد، هرگز او را نمی بخشم. چنین عهدی با خودمان که به نوعی برای حفاظت از ما در آینده است، مانع از در آغوش کشیدن و پذیرش قدرت محبت خدا در زمان حال ما می شود. ما باید بیاموزیم که به حفاظت خدا از قلبمان اعتماد کنیم حتی اگر همسرمان به ما آسیب بزند تردمان کند یا به ما خیانت ورزد خدا از ما خواسته تا ترس را به او تسلیم نماییم خودداری از این کار مثل این است که به او بگوییم نمی توانیم باور کنیم که او قادر است زندگی های ما را هدایت نماید ما نمی توانیم بدون سپردن ترس به ایسا خود را تسلیم خداوندی او نماییم. فصل سوم تأملات روز سوم همه چیز به نوع نگاه بستگی دارد. هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیاندیشید. فیلیپیان فصل چهارم آیه هشتم وقتی قرار است درباره همسرتان فکر کنید روی چه چیزی متمرکز می شوید؟ اگر افکارتان را متمرکز خطاها و نقصهای همسرتان نمایید مشکلات موجود در ازدواجتان خود را بزرگتر نشان می دهد. از سوی دیگر اگر افکار خود را متمرکز آن مواردی نمایید که می توانید خدا را برایشان شکر گذار باشید رابطه را در نوری تازه مشاهده خواهید نمود. ازدواج نیست، مانند زندگی کاملا به نوع نگاه ما بستگی دارد سوال اول لنز و دریچه ای که از منظر آن همسرتان را مینگرید به طور مستقیم بر رابطه شما اثر میگذارد در کل چگونه با همسرتان برخورد می کنید؟ این برخورد خود را به طور شاخص در نوع واژه ها اعمال و نگرش شما باستاب می دهد. دعا کنید و از خدا بخواهید تا حقیقت رفتارتان را برای شما آشکار سازد. او چه چیزی را به شما نشان می دهد؟ از شما می خواهد چه بخشی را با کمک او تغییر دهید؟ سوال دوم آیا می خواهید از جنبه دیگر برزش های شریک زندگی خود بنگرید؟ با دقت فیلیپیان فصل چهارم آیه هش را خوانده و در آن تعمق نمایید. سپس فهرستی از ده ویژگی که در همسرتان وجود دارد و می توانید برای آنها خدا را شاکر باشید، تهیه نمایید. به تفکر بر روی این فهرست و افسودن بر آن در طی روز آینده ادامه دهید. قدردانی خالصانه و صادقانه خود را در ارتباط با این خصایص با همسرتان در میان بگذارید. سوال سوم ترس نگاه ما را منحرف می سازد و باعث می شود بر آنچه در خودمان، همسرمان و شرایطمان اشتباه به نظر می رسد متمرکز شویم. در واقع ترس گواهی دروغ و کذب است که خود را واقعی جلوه می دهد. بزرگترین ترس های شما در رابطه با همسرتان چه چیزهایی هستند؟ از خدا بخواهید آنها را برایتان آشکار سازد. به این ترس ها از فیلتر فیلیپیان فصل چهارم آیه هشتم نگاه کرده و از آنها عبور کنید. آیا آنها حقیقی نیکو یا درست هستند؟ آیا آنها خالص و دوست داشتنی هستند؟ آیا می توانید خدا را برای آنها شکر کنید؟ هر آنچه که در این آزمون شکست می خورد و بر طبق فیلیپیان فصل چهارم آیه هشت نیست باید دور انداخت و با راستی جایگزین نمود. بسیاری از مواقع ترسهای زمان حال ما ریشه در سرخوردگی ها، ناامیدی ها و زخم های گذشته دارند. ما به واسطه ای ترس از جراحت و آسیب دیدن مجدد نخواسته تلاش می کنیم تا همسرمان را مجبور به پرداخت بهای قصورات والدین، همسر سابق یا دوست پسر و دوست دختر گذشته ایمان نماییم. سؤال چهارم لحظه ای درنگ کرده و دعا نمایید. روح القدس این ترس ها چه شکلی دارند؟ ریشه در چه دارند؟ چطور می توانم بیشتر بر تو توکل کرده و ریشه کن شدن آنها را در زندگی هم شاهد باشم؟ ساکت بمانید و گوش دهید. روح القدس چه چیزی را برایتان مکشوف می سازد؟ فصل سوم روز چهارم لعنت های خانوادگی زمانی که تازه ازدواج کرده بودیم میدانستیم خدا به دنبال انجام کاری جدید در ما و فرزندانمان است اما پرواضح بود که دژهایی میان والدین و اجدادمان وجود داشتند چیزهای شبیه اعتیاد به الکل فساد و جادوگری که خانواده ما را آلوده ساخته بودند پیش از آن ما قادر باشیم میراسی جدید را دریافت کنیم میبایست با لعنتهایی روبرو میشدیم که به خانواده ما طی سالهای متمادی و طی نسل ها آسیب رسانده بود. این لعنت ها چیزهایی بودند که باید در دعا به جنگ آنها می رفتیم و با کلام خدا خلع سلاحشان می نمودیم. ویژگی لعنت های خانوادگی برای هر زوجی متفاوت است. اما در اینجا نمونه ای را ارائه می دهیم. در فصل پیش اشاره کردیم که خانواده های ما گذشته های کاملا متفاوتی داشتند. من یعنی لیزا نگران بودم که واکنش خانواده جان به رفتارها و کارهای وقیحانه خانواده من چگونه خواهد بود. در شب نامزدی ما پدرم مس کرد و به طرز خجالت آوری شروع کرد به لاس زدن با مادر جان. آن هم درست جلوی چشم شوهرش. رفتارهای پدرم بیش از آن که قصد خاصی نسبت به مادر جان داشته باشد با نیت رنجاندن و آسیب رساندن به مادرم بود. بعدها مادر جان نگرانی عمیقش را نسبت به اینکه برای نخستین بار کسی مانند من با داشتن سابقه طلاق در خانوادهش پا به این خانواده سالم گذاشته ابراز کرد. البته این برداشت من از گفته او بود. پیش از این کسی در خانواده ما طلاق نگرفته بود. با خود فکر می کردم. آیا او مرا اینطور می بیند؟ آیا قرار است من این دودمان را به هم بریزم؟ آن شب نامزدی با حس دلشکستگی مادرم و شرمساری من به پایان رسید. چنین به نظر می رسید که اگر قرار باشد مقیاسی برای سنجش خوبی یا بدی در روابط خانوادگی و زناشویی وجود داشته باشد کفه ترازوی خوبی به سمت خانواده جان سنگینی می کرد و من همه این بدی ها را با خودم به خانواده جان می آوردم. زنا، طلاق و اعتیاد که در خانواده هم وجود داشت. زمانی همه چیز تغییر کرد که دریافتم خداوند کاری به خوبی خانواده جان یا بدی خانواده من ندارد. او به دنبال دودمانی مقدس است. ای دختر بشنو و ببین و گوش فرادار. قوم خیش و خانه پدرت را فراموش کن تا پادشاه شیفته زیباییت شود. در برابرش سر فرودار چه او سرور توست. بر جای پدران تو پسران تکیه خواهند زد. آنان را بر سر تا سر زمین سروران خواهی ساخت. یاد نام تو را در همه نسل ها زنده نگاه خواهم داشت. از این رو قوم ها تو را خواهند ستود تا ابدال آباد. مزمور چهل و پنجم آیات دهم ده تا دوازدهم و شانزدهم تا هفدهم. این بخش در از توصیفی از عیسی و عروسش کلیسا است. اما خدا از آن برای کشیدن تصویری از اش برای زندگی من استفاده نمود. وعده ای که با اشتباهات خانواده من متوقف نمی شد. وقتی عبارت ای دختر پادشاه را خواندم چیزی درونم به قلیان افتاد. خداوند مرا دختر و عضو خانواده سلطنتی خود خطاب می کرد. در آن لحظه درکی تازه از هویتم در مسیح برایم مکاشفه شد. من غله ها و دشهای های گذشته را پس زدم و پذیرای امیدی تازه برای آینده خانواده ام شدم. من دریافتم به جای اینکه فرزندانم ذات پدرم را بر خود گیرند یعنی مردی در هم شکسته که گرفتار زنا و اعتیاد به الکل بود نه تنها وارث طبیعت پدر زمینیشان خواهد شد یعنی مردی خداشناس بلکه حتی می از آن هم فراتر رفته و وارث و همشکل خداوند خود گردند من بر این وعده ایستادم که پسران من شاهزادگان آن قادر متعال خواهند شد. هنگامی که ما متوجه لعنت های خانوادگی خود شده و به آنها پرداختیم، شاهد به حقیقت پیوستن کلام خدا شدیم. خانواده ما در وعده که خدا در طی دوره های دعا و اعلان و اعتراف نیکوی ما برقرار ساخته بود، شکوفا شده است. دعا برای شکستن لعنت های خانوادگی قلاتیان 3.13 می گوید مسیح به جای ما لن شد و اینگونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد. فرقی ندارد چه لعنتی در طی نسل ها گریبان خانواده شما را گرفته است. باید بدانید که آنها دیگر در مسیح بر شما قدرتی ندارند. اگر از لعنت های موجود در خانواده خود آگاهید می شما را راهنمایی کنیم تا آنچه که میراث شما را به خطر انداخته و آن را محدود ساخته بشکنید. این دعا به شما کمک خواهد کرد تا مستقیما با شمشیر کلام خدا به قله های شیطان یورش ببرید. آزادی از لعنت های خانوادگی امری تصادفی نیست. شما باید با آگاهی از نقشه ها و برنامه های شریر به آنها حمله کنید. هدف شیطان ایجاد ممانعت از بهره بردن از آرامی، شادی، و تکمیل نقش و برنامه ای است که خدا پیش روی شما مقرر فرموده است. اما با کمک اقتداری که اکنون در مسیح دارید می توانید شاهد پیروزی بر دشمنانتان باشید. لطفا لحظه ای درنگ کرده و پیش از انجام دعای زیر کمی وقت بگذارید. اگر تصمیم دارید همین الان دعا کنید لطفا اطمینان حاصل کنید که تنها هستید یا فقط همسرتان، دوست بسیار نزدیکتان یا شریک دعایتان کنار شماست. این کار کاملا شخصی و خصوصی است و لازم است در مقاطعی صدایتان را برای درخواست ها و اعلام ها بلند کنید. دعای زیر به برخی از لعنت ها میپردازد که ازدواج و خانواده ما را تهدید می کردند. ما این دعا را با ترکیب بخشایی از کلام نوشته ایم زیرا کلام خدا برنده، قدرتمند و شمشیر دولبه روح است. اگر موضوعاتی در نسلها و خانواده شما وجود دارند که این دعا آنها را پوشش نمی دهد، تشویقتان می کنیم آیاتی را پیدا کنید که وعده و حقیقت خداوند را در ارتباط با آنها نشان می دهد. یک بیانیه محکم و شجاعانه در همسویی با کلام خدا بنویسید و با قدرت نام عیسی مسیح لعنتهای زندگیتان را در هم بشکنید. در پایان دعا، آیات دیگری را برای مطالعه بیشتر در اختیارتان گذاشته ایم. پدر آسمانی من در نام پسر پربهایت عیسی مسیح به حضورت می به دروازه هایت با شک گذاری و به سحنهای تو با حمد و سپاس داخل می شوم. من غرق رحمت و محبت عظیمت هستم و پیشاپیش برای کار قدرتمند بازخریدی که در زندگیم به انجام رسانده ای سپاس گذارم. حال قصد دارم عهدی با خداوند خدا خدای اسرائیل ببندم. تو یهوه خداوند هستی خدای آسمان و زمین خدای عظیم و شگفت انگیز خدایی که عهد محبت خود را با کسانی که او را دوست دارند و فرامینش را حفظ می کنند نگه می دارند. باشد که چشمان تو باز و گوشهایت به دعای خادمت راقب باشد به گناهان خود و گناهان پدرانم اعتراف می کنم به تمام خطاهایی که نسبت به تو مرتکب شدم اما تو یهو و خداوند خدای ما پر از رحمت و بخشایشی حتی زمانی که علیه تو نافرمانی کردیم و از فرامین تو ای خداوند خدا سرپیچی کردیم و قوانینی را که توسط انبیا و خادمینت بخشیدی شکستیم از تو می تا قلب ما را مختون سازی و گناه، شرم و رسوایی های گذشته ایمان را از ما دور نگه داری من به گناهان خود و پدران خود اعتراف کرده و آنها را ترک می کنم گناهانی نظیر هر نوع مشارکت در امور جادوگری، فالگیری یا اسرار همینجا صبر کنید و نسبت به آنچه روح القدس به یادتان می آورد حساس باشید و پیش از ادامه آنها را اعلام کرده و خود را از آنها آزاد اعلام کنید. این فهرست شامل بازی ها، کتاب فیلم های ترسناک، ستار شناسی، احزار اروا و غیره می باشد. اما ضرورتا محدود به اینها نمی شود. من مشارکت خود را در این گونه کارها قطع کرده و قدرت لعنت آنها را بر زندگیم، زندگی فرزندانم، زندگی فرزندان فرزندانم فرزندان و زندگی فرزندان فرزندان آنها می شکنم. من به گناهان خود یا پدرانم در زمینه سوء مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتراف کرده و آنها را ترک می کنم. پدر هر دری را که این موارد به روی دنیای ماورا و روح برای ارتکاب به گناه اسارت یا فشار و افسردگی گشودن ببند. من از درگیری با به طور خاص اسم دارو یا ماده مخدر را که امکان پذیر است کنید. براعت جسته آنها را ترک کرده و قدرت لعنت آن را بر زندگی خود فرزندانم، فرزندان فرزندانم و فرزندان فرزندان آنها می شکنم. در نام عیسی مسیح. آمین. ما به استناد همین اصل در فصل بعد به موضوع گناهان جنسی خواهیم پرداخت. شما به خاطر سرانجام پیروزمند عیسی بر صلیب از این لعنت ها آزاد هستید. لازم نیست از آنها بترسید و نگران باشید که این گناهان به سراغ شما یا فرزندانتان بیایند. شما با این دعا میراسی جدید برای خود و خانوادهتان ایجاد کرده اید. برای مطالعه بیشتر باید زیر رجوع نمایید. مزمور صدم آیه چهارم دوم تواریخ فصل بیست و نهم آیات دهم تا یازدهم نهمیا فصل اول آیات پنجم تا هفتم دانیال فصل نهم آیات هشتم تا دهم ده یوشع فصل پنجم آیه نهم متا فصل دهم ده آیه سی و چهارم ابرانیان فصل چهارم آیه دوازدهم و دوم تواریخ فصل 29 آیات پنجم تا ششم فصل سوم تأملات روز چهارم آزادی از لعنت های خانوادگی مسیح به جای ما لعن شد و اینگونه ما را از لعنت شریعت بازخرید کرد قلاتیان فصل سوم آیه 13 خدا میخواهد کاری کاملا جدید در زندگی شما انجام دهد او میگوید هان اکنون من کاری تازه می کنم. هم اکنون در حال پدید آمدن است. آیا آن را تشخیص نمی دهید؟ من در بیابان راهی پدید میآورم و در برهوت نهرها جاری می سازم. اشعیا فصل 43 آیه 19 هم. همانطور که جویس مایر می گوید عیسی آمد تا درهای زندان را بگشاید و اسیران را آزاد سازد. شاید شما گذشته دردناکی داشته اید. شاید همکنون نیز در شرایطی بسیار منفی و معیوز کننده به سر میبرید. شاید با شرایطی مواجه شوید که آنقدر بد به نظر می رسند که هیچ دلیل موجهی برای امید داشتن نداشته باشید. اما با جسارت و اطمینان به شما می گویم آینده شما توسط گذشته یا زمان حال شما تعیین نمی شود. طرز فکر خود را نو سازید. باور داشته باشید که با خداوند همه چیز ممکن است. لوقا فصل 18 آیه 27 سوال اول ایسا بهای به آزادی شما، فرزندانتان و همسرتان را از قید تمام لعنتهایی که در نسل شما خود را پنهان ساخته پرداخته است. تنها کاری که باید بکنید اعلام پیروزی اوست. در حضور خدا آرام بنشینید. و اینطور دعا کنید. روح القدس چه لعنت هایی در نتیجه رفتارهای ناسالم و خدا نشناسانه اجدادم در نسل من وجود دارد. در همسرم چطور؟ آنها را به ما نشان بده تا بتوانیم با آنها برخورد کرده و آزادی حقیقی را تجربه نماییم. به محض که روح القدس لعنت ها را به شما نشان داد آنها را تسلیم او نمایید. به دعایی که در خود فصل ارائه شده مراجعه کرده و به خداوند برای آزادی و عبور پیروزمندانه از آنها اعتماد کنید. بعضی مواقع ما ندانسته مشکلاتی را با قول یا عهدی که با خودمان بسته ایم به خانواده خود انتقال می دهیم. وقتی عهدی اعلام می شود دیوارهای دور قلبهای ما کشیده می شود. این عهدها به منظور حفاظت از ما در برابر آسیبهای بیشتر هستند. اما به جای آن ما را زندانی کرده و موجب دردهای بزرگتری می شود. از سخنان زبانت به دام افتاده ای و از کلام دهانت گرفتار آمده ای. امثال فصل ششم آیه دوم سوال دوم لحظه درنگ کرده و دعا کنید. روح القدس آیا با خودم عهدی بسته ام؟ اگر چنین است آن عهد چیست؟ آرام بمانید و گوش دهید. نسبت به هر عهدی که روح القدس برایتان آشکار می سازد، توبه کرده و از او بخواهید تا شما را از همه ترس ها در نام عیسی مسیح آزاد سازد. ما به خاطر ترس عهد میبندیم و آن را اعلام میکنیم ما از اینکه بار دیگر آسیب ببینیم میترسیم و اغلب چنین میگوییم هرگز دوباره اجازه نخواهم داد مرد یا زنی یا شوهرم یا زنم به من خیانت کنه یا مرا کتک بزند و یا چیزهای دیگر من چنین خواهم کرد اگر شما چنین عهدی را با صدای بلند یا در درون خود با خیشتن بسته اید، از آن توبه کنید از خداوند درخواست کنید تا به شما کمک کند تا به او اعتماد کنید که او از شما حمایت و حفاظت خواهد کرد هر سلاحی که بر ضد تو ساخته شود کارگر نخواهد افتاد و هر زبانی را که در محاکمه بر ضد تو برخیزد تکذیب خواهی کرد این است میراز خادمان خداوند و دفاع من از حقانیت ایشان این است فرموده خداوند اشعیا فصل پنجا چهارم آیه هفته شما از طریق ارتباط با عیسی مسیح از همه لعنت ها آزاد شده و وارث تمام برکات روحانی هستید. افسوسیان فصل اول آیه سوم را بخوانید. سوال سوم. با دقت این بخش ها را بخوانید و برکاتی را که از طریق عیسی مسیح در دسترس شما و خانواده شماست بشناسید. متا فصل 11 هم آیه 28 هم. فصل 16 هم آیه 19 لوقا فصل دهم آیه 19 فصل 11 هم آیه 13 یوحنا فصل چهارم آیه چهاردهم فصل هفتم آیات سی و هشتم تا 39 فصل چهاردهم آیه بیست و هفتم و فصل پانزدهم آیه یازدهم اول قرنتیان فصل اول آیه سیم. دوم قرنتیان فصل پنجم آیه 21 دوم پتروس فصل اول آیات سوم تا چهارم روح القدس از طریق این آیات چه چیزهای دیگری را برایتان مکشوف می سازد؟ فصل سوم قسمت پنجم کنترل شدن توسط خانواده زن یا شوهر موضوع کنترل شدن توسط خانواده ها موضوع شایعی بین زوجهای تازه ازدواج کرده است اما به طور قطع می تواند عاملی فراتر از روزهای اولیه ازدواج بوده و در تمام زندگی نیز تسری یابد وقتی بین همسرمان و خانواده ما تزاد و کشمکشی به وجود می طبیعی است که بخواهیم از والدین یا دیگر بستگان خود که تمام عمر با آنها بوده این دفاع کنیم همه ای ما باید عشق و احترام زیادی برای والدینمان قائل باشیم. شاید اغلب پذیرای مشورت والدینتان بوده باشید، اما به محض ازدواج تعهد و الزام شما باید نسبت به همسرتان باشد. قبل از آنکه پسر بزرگمان ازدواج کند، من یعنی جان به او گفتم: ادیسون، من در هیچ کدام از بخش های زندگیت به تو نخواهم گفت که چه کاری کنی. مگر آنکه خودت نصیحت و مشورت مرا بخواهی من دیگر قرار نیست مسیر زندگیت را به تو نشان دهم تو خانواده خودت را تشکیل می دهی و من می خواهم برای رشد و یاد گرفتن فضای کافی را به تو بدهم ادیسون نیز نسبت به این شرایط قدردان بوده و همواره آن را ابراز کرده و هر بار که خواسته برای مشورت سراغ من آمده است خواست من این نیست که پسرم را کنترل کنم و از او نمونه کوچکی از خودم بسازم من میخواهم ادیسون تبدیل به آن چیزی شود که خدا برای آن خلقش کرده من قصد ندارم که دخالت بیش از حد من او را از به عهده گرفتن نقشش به عنوان رهبر خانه باز دارد صادقانه بگویم من از آنچه او در خانوادهاش انجام میدهد شگفت زدم. او مسائل را به مراتب بهتر از زمانی که من هم همسن و سال او بودم انجام میدهد کتاب مقدس به وضوح می گوید از همین رو مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد. پیدایش فصل دوم آیه 24 ترک پدر و مادر به این شکل به معنای خارج شدن از اقتدار والدینتان است. همچنین به معنای ترک کردن هر گونه نفوذ و تاثیر ناسالم آنها بر زندگیتان می باشد. مهم است که به والدین خود احترام بگذارید اما می توانید بدون اطاعت کردن حرمت آنها را حفظ کنید شما خانواده جدید تشکیل داده و طبیعتا سلسله مراتب جدیدی برقرار کرده اید پدر و مادرتان دیگر برای شما دارای آن جایگاه پیشین اقتدار نیستند بنابراین نباید زندگی یا ازدواج شما را تحت کنترل داشته و هدایت نمایند شاید مجبور شوید با نزدیکانی که تلاش می کنند بیش از اندازه در زندگی و ازدواجتان دخالت کنند برخورد نمایید. آن اوایل یکی از بستگان ما تلاش می کرد در زندگی ما دخالت کرده و در اتحاد ما گسستگی ایجاد نماید. دخالت او دیگر مخرب شده بود و اشارات غیر مستقیم ما به او به هیچ وجه کارساز نبود. بالاخره ناچار شدیم شخصا و جداگانه با او صحبت کنیم. او کسی بود که هر دوی ما دوستش داشتیم و برایش احترام زیادی قائل بودیم و موقعیت و جایگاه خودمان را به روشنی و با سراحت برایش باز کردیم. من یعنی جان گفتم شما قرار نیست در نحوه اداره خانواده من دخالت کنید. این یک خانواده جدید است. ما به شما احترام میگذاریم اما شما نباید کنترلی بر تصمیمات این خانه داشته باشید. شما قرار نیست مسائل را به روش خودتان اداره کنید. لازم بود کلمات محکمی به کار ببرم زیرا برخوردهای غیر مستقیم در این باره جواب نداده بود خدا رو شکر که این عزیز هم متوجه شد که چه اتفاقی در حال وقوع است و اکنون جایگاهی شایسته در رابطهش با ما دارد ما به عنوان یک زوج باید از اتحادمان در برابر هر نوع حمله‌ای که حتی میتواند شامل حملاتی از جانب بستگان نزدیکمان باشد دفاع کنیم این حملات اغلب از روی بدخواهی نیستند و به ظاهر بیزرر می رسند. آنها اغلب کنایه های تخیر آمیز می زنن. اما چنین اشارات غیر مستقیمی همیشه زیانبار و مخربند. هنگام مراسم ازدواج به همه دوستان و خانواده که در میان حوزار بودند نگاهی انداختم و گفتم وای بر با شما اگر بخواهید کلامی بر ضد این اتحاد بگویید. این اتحادی است که خداوند مقرر فرموده. هرگز تلاش نکنید این اتحاد را به جدایی کشانده خلالی در آن ایجاد نمایید برای آنچه که خدا امروز مقرر فرموده تنها برکت به طلبید. وقتی ادیسون ازدواج کرد آگاهانه این موضوع را حل کردیم تا او مجبور نباشد بین همسرش جولی و ما یکی را انتخاب کند حقیقت این است او تصمیمش را آن روز که با جولی ازدواج کرد گرفت و ما از این تصمیم هیجان زده شدیم در روابط پویای خانوادگی عشق هرگز کسی را مجبور به انتخاب نمی کند بلکه عشق حمایت کرده و پلی بین روابط قدیم و جدید می سازد. ما جولی را دوست داریم و بیشتر از آن که عروس ما باشد احساس می کنیم دختر ماست. این نزدیکی تنها به این دلیل ممکن است که ما به جایگاه خانوادگی جدید او احترام گذاشته و به او و ادیسون اجازه داده ایم تا خودشان داستان ازدواجشان را بنویسند. توقعات غیرمغول توقعات غیرمغول در میان بالاترین علل طلاق در ایالات متحده قرار دارند. بسیاری از ما با این توقع ازدواج می کنیم که همواره سعادتمند باشیم. رابطه جنسی بیوقفهی داشته باشیم و کارها به سادگی پیش بروند. ما توقع ازدواجی را نداریم که پیوست و دائما خودخواهی ها و تزلزل ما را آشکار سازد. همچنین انتظار ضعف ها، ایپ ها و خطاهای همسرمان که در آینده با آنها مواجه می شویم را نیز نداریم. این توقعات اشتباه می توانند تبدیل به ریش و سرچشمه تلخی و نارضایتی ما شوند که پیوسته ما را از ساختن اتحادی الهی باز میدارند. توقعات غیر معمول و غیر واقعی اغلب ناشی از قیاس نابخردانه هستند و از آن سرچشمه می گیرند. ما غرق فرهنگی هستیم که متمایل به دنیای سرگرمی است. بنابراین پیوسته به دنبال فرصتی هستیم تا ازدواجمان را با آنچه بر صفحه تلویزیون یا سینما نمایش می دهند مقایسه کنیم. فیلم سینمایی و تلویزیون عشق بدون زحمت، زیبایی بدون قربانی و اعتماد بدون خطر را عرضه می دارند. آنها جنبه های رومانتیک روابط را برجسته می سازند بدون آنکه بخش های کم تر دیده شده زندگی هالیوودی را به تصویر بکشند. فرقی نمی کند چند وقت است که ازدواج کرده اید. اما حتما دریافته اید که ازدواج چیزی فراتر از قرارهای عاشقانه سازگاری مداوم و روزهای بدون مسئولیت است. ازدواج کاری سخت و دشوار است. سخت بودن ازدواج به این معنا نیست که نباید ازدواج کنید. چالش های ازدواج خوب هستند زیرا شما را نیرومند می سازند. آنها شخصیت شما را پالایش کرده و ظرفیت هایتان را افزایش می دهند. هدف در رابطه با ازدواج وسعت بخشیدن است. به یاد دارید؟ هر کسی این ایده رشد و بلوغ را تا زمانی که با الزامات آن روبرو نشده که کار دشواری نیز هست دوست دارد موضوع توقعات غیر معقول و غیر واقع گرایانه تنها مربوط به تصاویر رسانه ها از ازدواج نیست ما آگاهی به اشتباه شروع می کنیم به مقایسه ازدواج خودمان با ازدواج دوستان یا همسایگانمان این تفکری وحشتناک است زیرا غیر ممکن است دریابیم پشت ظاهر ازدواج و روابط آنها چه میگذرد ؟ ممکن است همه ظاهری شیک و عالی به خود بگیرند اما پشت درهای بسته در حال تخریب یکدیگر باشند وسوسه دیگری نیز وجود دارد و آن مقایسه فصلهای مختلف زندگیمان با هم است شاید فصل کنونی زندگی من را که در آن مشغول بچه داری و عوض کردن کهنه های بچه هستیم و وقت آزاد کمی داریم با چگونگی وضعیت روابط من پیش از بچه دار شدن مقایسه کنیم. از نظر منطقی این کار کاملا بیمنا است. محال است بعد از بچه دار شدن زندگی شما به همان شکل سابق باقی بماند. پدر و مادر شدن به معنای وقت آزاد کمتر و مسئولیت بیشتر است. بچه ها از اساس زندگی شما را عوض می کنند. پس نباید توقع داشته باشید که روابط شما با یکدیگر نیز هیچ تغییری نکند. ما میدانیم که این مپس بررسی تئوریهای های موشکی نیست. پس چرا اغلب دچار این قیاس ابلهانه می شویم و شادی و رضایت خاطری را که در حال حاضر در دسترس ماست بی اهمیت جلوه می دهیم؟ تئودور روزولت در جایی گفته است مقایسه دزد شادی ماست اگر به دنبال یافتن شادی در ازدواج خود هستید باید دست از مقایسه رابطه خود با رابطه‌ای که به نظر بهتر میرسد بکشید خواه آن رابطه رابطه همسایگانتان باشد یا رابطه ای که بر پرده سینما یا تلویزیون نمایش داده می شود شما هرگز شادی را در مقایسه به دست نخواهید آورد شادی موضوعی کم اهمیت نیست و نمیتوان آن را با کوتاه نظری و یا بچه بازی به دست آورد. شادی از شرایط ما سبقت جسته و به ورای آن می رود. شادی محدود به احساس ما نمی شود و با آگاهی از تصویری بزرگ یعنی کاملیت نقشه خدا برای زندگی ما تقویت می شود. شادی میوه روح است. قلاتیان فصل پنجم آیات 22 تا 23 را بخوانید. و این به معنای آن است که ما شادی را از خداوند دریافت می کنیم نه از شرایطمان ما نمی توانیم شادی را با اراده انسانی به وجود آوریم خوشحالی احساسی است که تحت تاثیر مشکلات و درگیری های ما قرار می گیرد. اما شادی ورای مشکلات ماست شادی ریشه در امیدی دارد که به واسطه مقام ما در عیسی مسیح به ما داده می شود اگر فاقد شادی در خداوندیم فاقد توانایی و نیروی مورد نیاز برای داشتن ازدواجی خوب هستیم زیرا شادی خداوند قوت ماست نهمیا فصل هشتم آیه دهم را بخوانید پولس همین مفهوم را در کلامش خطاب به کلیسای فیلیپی تکرار می کند همیشه در خداوند شاد باشید باز هم میگویم شاد باشید بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز نگران نباشید بلکه در هر چیز با دعا و استقاسه هم را با شوق گذاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است دلها و ذهنهایتان را در ایسای مسیح محفوظ نگاه خواهد داشت. فیلیپیان فصل چهارم آیات چهارم تا هفتم وقتی نگران رابطه خود هستید درخواست ها و نگرانی های تان را با شبگذاری و شادی به حضور خداوند بیاورید. او وعده داده که نگرانی های شما را با آرامش خود معاوضه خواهد کرد. این تبادلی عالی و پرمنفعت برای ماست. توقعات غیر واقع گرایانه شادی شما را می دوستد و در نتیجه قدرت و نیروی مورد نیاز برای ازدواجتان را نیز از شما می رو باید. هرگز در این دام نیفتید. لازم است توقعاتی را که در رابطه تان ساخته اید بازشناسی کرده و از اینکه اجازه داده اید آنها بر حقیقت کلام خدا و نقشه منحصر به فرد او برایتان برتری و برای تان بر اولویت یابند توبه کنید. نوبت شما لطفا زمانی را برای صحبت با همسرتان در رابطه با مطالب این فصل اختصاص دهید. از روح القدس بخواهید شما را برای نوشتن آنچه که برای جمع جور کردن ازدواجتان لازم دارید راهنمایی و هدایت نماید. برخی از تغییرات ضروری، اصلاحات نگرشی و تغییر رفتارها خواهم بود که خدا آن را با قدرت فیض خود ممکن میسازد. در ارتباط با موارد دیگر نظیر لنت های خانوادگی که از نسلی به نسل دیگر سرایت کرده و باز تولید شده است باید با دعا برخورد نمایید. اگر دیدید فهرستتان چند صفحه شده مایوس نشوید. این تمرین برای این نیست که نشان دهد چه اندازه اشتباه و اشکال در حال حاضر در زندگیتان وجود دارد یا اینکه کدام بخش بیشترین مشکل در ازدواجتان به حساب می آید. بلکه درباره چیزهای شگف انگیزی است که می تواند در آینده زندگیتان محقق شود. شما می توانید در حال حاضر پرداختن به این مسائل خانواده را در موقعیتی قرار دهید که داستانی درخشان را خلق کند. میراسی از آسمان که بر زمین آشکار شده است. از شما می خواهیم عرشه را پاک کنید تا بتوانید آزادانه به سمت جلو حرکت کنید. فارغ از آن مسائلی که مانع از دریافته هر آن چیزی می شود که خدا برایتان در نظر گرفته است. ما این دعا را برای شروع مسیر به شما ارائه می کنیم. باشد که این لحظه خاص و مقدس برایتان باشد. پدر، از تو سپاس که به ما فرصتی برای شروعی دوباره و میراسی جدید بخشیده ای. همانطور که مواردی را که لازم است از رابطه ایمان پاک کنیم، یادداشت می کنیم، دعا می کنیم، تا حالا هوایی از آسمان ما را احاطه کند. روح القدس، از تو می خواهیم تا ما را هدایت نموده و تعلیم دهی. دعا می کنیم که فرشتگان خدا دور تا دور ما خیمه بزنند و آماده حمله به دشمنی باشند که به خانواده ما از نسلی به نسلی آسیب زده است. برای فیض عظیم تو دعا میکنیم تا به ما قدرت بخشش و دگرگونی را ببخشد. برای تازه شدن ذهنمان بر طبق کلام تو دعا می کنیم. از تو می خواهیم ای از محبت خود به ما بدهی تا هر ترسی را بیرون براند. از تو برای احیای اعتمادمان و پالایش رابطه ایمان درخواست می کنیم. به حضورت دعا می کنیم تا در جایی که شکاف و گسستی در رابطه ایمان ایجاد شده اتحاد و یگانگی را برمغان آوری. از تو می خواهیم رویایی مطابق وعده هایت ببخشی نه بر طبق هر توقع نادرستی. ما در نام عیسی مسیح آزادی را بر خانواده ایمان اعلام می کنیم. در نام عیسی مسیح آزادی را برای ازدواجمان و زندگی فردیمان اعلام می کنیم. اعلام می کنیم که پادشاهی خداوند اکنون میان ماست. باشد که اراده خدا در ازدواج و خانه ایمان همچنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. در نام پرقدرت عیسی مسیح آمین فصل سوم تعملات روز پنجم مدیریت توقعات زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا خدا فرموده است تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد ابرانیان فصل سیزدهم آیه پنجم توقع در واقع داشتن باوری محکم برای چیزی است که اتفاق خواهد افتاد یا آینده برای ما کنار گذاشته است. وقتی ما از مردم توقعی داریم در واقع مانند این است که نسبت به میزان موفقیت یا خوبی آنها به خصوص در رابطهشان با خودمان احساس قوی و باوری محکم داریم. به طور معمول بیشترین توقع را از کسانی داریم که به ما نزدیکتر هستند به ویژه همسرمان. سخنران و نویسنده معروف پاتریک امورلی چنین توضیح می دهد. همه ما توقعات مختلفی نسبت به ازدواج داریم که اکثر این توقعات غیر معقول و غیر واقع گرایانه هستند. چنین توقعاتی مبتنی بر تصور ما از ازدواج و نیازهای برآورده نشده ای ما هستند. هر یک از ما تصویری از یک ازدواج ایدئال در ذهن خود داریم. این تصویر را می توانیم از والدینمان، از حرفهایشان، کارهایشان، رسوم و سنت های نیاکانمان، والدین دوستانمان، دیدن تلویزیون، خواندن کتاب، ستارگان سینما یا یک قهرمان به دست آورده باشیم. توقعات غیر واقع گرایانه می تواند در هر بخشی از ازدواج شما وجود داشته باشد. سوال اول توقعات غیر گرایانه در موضوعات مالی، ارتباطات، کارهای روزمره و خانداری، بزرگ کردن بچه ها، رابطه با دوستان، رابطه جنسی و غیره را شما نام ببرید. لحظه ای تعمل کرده و چنین دعا کنید. خداوندا، آیا من توقع بی جایی از همسرم داشتم؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نوع توقعی داشتم؟ روح القدس چه چیزی را به شما نشان می دهد؟ آن را بنویسید و در کنار آن هر کاری که از شما میخواهد انجام دهید. چطور میتوانید این توقعات غیرمعقول و غیر واقعی را به توقعاتی واقع گرایانه تبدیل کنید؟ پاتریک مولری چنین ادامه میدهد. ما باید یاد بگیریم بدون آنکه توقع یا چشم داشتی برای عوض یافتن یا بازگشتی داشته باشیم ببخشیم. باید یاد بگیریم که توقعاتمان را با همسرمان در میان بگذاریم سپس گوش دهیم و ببینیم آیا او هم با واقع بودن آنها موافق است سوال دوم از همسرتان بپرسید آیا احساس می کنی من توقع غیر معقولی از تو دارم اگر چنین است آن توقع چیست کاملا معذبانه این سوال را مطرح کنید و بدون آنکه حرف او را قطع کنید به او گوش دهید آنچه را که او میگوید بنویسید اگر توقعی غیر واقع گرایانه است همسرتان دارید از او برای فشاری که طی این مدت به او تحمیل کرده اید عذرخواهی کنید دعا کنید و از خداوند بخواهید تا ازدواج شما را شفا بخشیده و در هر دوی شما توقعات واقع گرایانه بگذارد نهایتا توقعات ما باید از خداوند و آنچه او در کلامش وعده داده باشد. او امین است و هرگز شکست نمی خورد. چنین دعا کنید. خداوندا آیا من از همسرم توقع دارم نیازهایی را برآورده کند که تنها تو قادر به انجام آن هستی؟ اگر چنین است لطفا به من نشان بده. مرا فیض عطا کن تا به تو توکل نموده و یقین بدانم که نیازهایم را برطرف خواهی کرد. سوال سوم ساکت باشید و گوش دهید روح القدس چه چیزی را به شما نشان می دهد؟